آقای مدرس، چطور میشه که جمهوری اسلامی شاهد ضربات به گروه های نیابتی خودشه و کشته شدن فرماندهان سپاهی در سوریه و عراق رو شاهدیم، ولی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنه که ما نیروی نیابتی در منطقه نداریم؟ این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟ وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم. جمهوری اسلامی در یک استراتژی جوگانی رو پیش در اون همونطور که از بحث نیابتی استفاده میکنه برای اینکه اهداف خودش رو پیش ببره و برای اینکه سطح بی‌نظمی در منطقه رو افزایش بده تا بعداً بتونه از اون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه در مذاکرات، داره یک سیستم دیگه رو هم پیش میبره و اون هم این هستش که داره سعی میکنه بار قانونی مسئولیت رو از خود برهانه، به این معنی که در ادعاهایی که دارن به شکل رسمی میگن که اینها افرادی هستن که ما به اینها کمک نظامی مستقیم نداده ایم، که ما اینها تحت فرمان ما نیستند، اینها خیلی خودخواسته به مقاومت میپردازند علیه اسرائیل. ولی خب واقعیت اینه که تأمین نظامی، تأمین جنگ، تأمین به نوعی اطلاعاتی رو برای تمامی این گروه ها داره جمهوری اسلامی انجام میده، کما این که به عنوان مثال در رابطه با حوثی ها میشه گفتش که در دریای سرخ با استفاده از کشتی های بهشاد و ساویز داره یک سری اطلاعات رو به اونها میرسونه که اونها بدونن به چه اهدافی باید حمله کنن و اون اهداف رو به نوعی میشه گفت دچار مشکل کنند. اما از سوی دیگه جمهوری اسلامی با یک بحرانی هم روبرو شده که این چتری که گروه های نیابتیش بر فراز منطقه افروخته بودند در حال جمع شدن هست، به خاطر اینکه به نظر میرسه نفوذ جمهوری اسلامی بر این گروه های نیابتی در حال کاهش باشه. ما شاهد درگیری های هستیم خصوصا در عراق بین گروه های شبه نظامی، شاهد تصفیه حساب های سیاسی بین اونها هستیم و شاهد این هستیم که به عنوان در سوریه ساختار کلی سیاسی علارغم تمام سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی بیشتر داره به سمت اتحادیه عرب و جریان پان عربیسم یک بار دیگه پیش میره. برای همین میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که نفوذ جمهوری اسلامی بر گروه های نیابتیش به شکل افزونی در حال کاهش هست. خب آقای مدرس، گفتید که نفوذ جمهوری اسلامی در حال کاهش هست. آیا به هر حال میتونه این هماهنگی وجود داشته باشه، تأثیری داشته باشه که دامنه جنگ گسترش پیدا نکنه؟ به هر حال جمهوری اسلامی تاکید میکنه از گسترش جنگ پرهیز میکنه. تا چند اندازه این موضوع الان خطرآفرین هست با توجه به کاهش نفوذ جمهوری اسلامی؟ چون به هر حال حوثی هم امروز حتی ایتالیا رو تهدید کردن. دقیقاً همینطور هست. ببینید، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه در خودش ادامه بده مادامی که این جنگ افروزی ها دامنگیر خودش نشه و به سمت خود جمهوری اسلامی نیومده باشه و در راه این که بتونه این هدف رو به واقعیت بپیوندانه هیچ ابا و هیچ ترسی نداره از قربانی کردن گروه های نیابتی. اما مسئله‌ای که پیش میاد اینه که با خارج کردن مستشارات میزان کنترل جمهوری اسلامی بر گروه های نیابتی کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه نظارت مستقیم از بین رفته و میزان بی‌ثباتی در بین این گروه ها افزایش پیدا میکنه. از سمت دیگه رویه بسیار خطرناکی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه و نشون میده که چقدر راحت میتونه از جان این گروه های نیابتی به عنوان یک سپر انسانی و به عنوان یک کارت بازی استفاده کنه، میتونه باعث ایجاد یک سری نافرمانی ها و ناآرامی ها در میان مدت در بین این گروه ها بشه که باز باعث میشه نفوذ جمهوری اسلامی بر اونها کاهش پیدا کنه. یک سری از این گروه ها از جمله حوثی ها به عنوان مثال در مصاحبه ای که رهبرشون با روزنامه لا رپوبلیکا داشت اومده بود ایتالیا رو هم حتی تهدید کرده بود، به خاطر اینکه عملیاتی که توسط فرانسه، آلمان و ایتالیا به نوعی میشه گفت درخواست شده از سمت اتحادیه اروپا و داره پیش میره تحت عنوان اسپایر، این وظیفه رو بر عهده داره که کشتی هایی که از این کشورها، کشتی های تجاری که در حال عبور و مرور از شاهراه دریای سرخ و تنگه مابولمندب هستند رو حمایت کنه و در صورت حمله به اونها پاسخ بده. وزیر امور خارجه ایتالیا آقای آنتونیو تایانی در صحبتی که در حاشیه کنفرانس دیالوگ مدیترانه‌ای داشتن به این مسئله اشاره کردن که ما خواهان حمله به هیچ کشوری نیستیم، ما فقط در پی دفاع هستیم و برای دفاع از خودمون در مقابل یک سازمان تروریستی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم. ممنونم آقای شاهین مدرس، وقتمون به پایان رسید. تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا با ما.